سلام بچه ها، چه تماس کنیم برم؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه، از صبح خوب درس خونده باشین و همه چی خوب بره جلو. سلام به روی ما همه تون. سلام سلام محمد، علی، آینا، سارینا، امیدوارم همه تون اومده باشید دیگه. گفتم دیگه کارگاه قبل عیدمونه و آخرین کارگاهه و اینکه حرفای مهمی قراره راجع به برنامه جمع‌بندیتون زده بشه. سلام به روی ماهتون، راضیه، محمد متین، خوش اومدین، محمد رضا، بیتا، دنیز، سینا، پارسا، سلام به روی ماهتون، امیدوارم که خوب باشین. خب بچه اول به این بگید، اونایی که دانش آموزای خودمین، حالا هنوز کلاس شروع نشده سوالا رو دارید میپرسید، این دو روزی که برنامه جمع‌بندی گرفتین چه شکلی پیش رفت؟ خوب بود؟ خوب نبود؟ دوره رو شروع کردین؟ تا الان چه بازخوردی ازش گرفتید؟ خب اول نفر مهدیه مثل همیشه عالی، بیتا عالی، دیانا خوب، امیر رضا، آها آفرین، چه چیز خوبی گفتی، گفتی سبک بود. الان راجع به میخوام صحبت کنم، اتفاقا یه چند نفری به اینو گفتن عالی بوده، خدا رو شکر. آفرین سینا، خدا رو شکر. خب آریان میگه عالی، همه تون میگید عالی، امیدوارم که تا آخرش همینجوری خوب بره جلو واسه تون. بچه یکم بریم من راجع به برنامه هاتون با هاتون صحبت کنم، بعد یه دو نفر مهمون ویژه داریم، یکی که رتبه یک قلمچی کشوری آزمون آخر، منتها تماس تلفنی داریم باهاش، یکی از بچه هم حضوری اومده پیشمون و یه آخر کارگاه هم تولد یکی از بچه های با هم دیگه هستیم دیگه، باشید تا آخرش. سلام به روی ماهتون. خب بچه ها، راجع به برنامه جمع‌بندیتون، الان این برنامه جمع‌بندی بچه های نهومه که از 10 اسفند سه شنبه شروع شده، درسته؟ از 10 اسفند سه شنبه شروع شده. اولین باکسی که اینجا میبینیم بچه درس روزه، خوب گوش بدید، من دیگه جواب سوال نمیدم راجع به برنامه جمع‌بندیتون، دیگه هرچی هست گوش بدید. درس روز بچه یعنی چی؟ یک، اگر که روزی باشه که مدرسه داشته باشین، خب میشه درس های اون روز مدرسه‌تون و به اضافه هرچی که کلاس دارید اون روز. خب یعنی درس روز شامل کلاس های اون روز و مدرسه‌تون. حالا مثلا یکی اون روز ریاضی داره، فیزیک داره، زیست داره، شیمی داره، نمیدونم هر درسی، در حد تورق سریع، در حد اینکه بچه های من تیترا رو ببینید، یه دوره کلی بشه براتون، نمیخوام جزئی بخونید. درس روز یعنی اینکه یه دور هر چی که اون روز یاد گرفتی و در حد تیتر، در حد شکل، در حد چیزای مهمشو دوره کنیم برای خودتون که بره تو حافظه بلند مدتتون، وقتی همون روز استاد بهتون درس داده خیلی میتونه تاثیر بذاره. بعد باکساتون بچه های نهم شروع شده که میبینید که 8 گذاشتم، یعنی اینا برای 8مه، تو آزمونتون هم 8م داریم هم نهم، بعد یه باکس هوش داریم اینجا، بعدش هم که 2 تا باکس درسی. اوکی، همینجوری میاد برنامه پایین. خوب نگاه کنید، من بهتون یه سری چیزا نشون بدم. آها ببین، 12 اسفند که امروزه، یه باکس دارین اینجا جبران عقب افتادگی، یعنی تا پنجشنبه که 12 اسفند هرچی عقب افتادید اینجا جبران میشه. اوکی، یه نکته دیگه که میخوام بگم اینه که من ازتون امتحان میگیرم، تا حالا تو طرح مشاوره ما اصلا البته نیست، اما من بسته به چیزی که صلاح ببینم ممکنه که 10 روز آینده بگم بچه ها خب حالا ما تا 20 اسفند درس خوندیم، یه آزمون براتون رو پنل کلاسینو میذارم، میرید همه شرکت میکنین، درصد میده، رتبه میده و حالا اعلام میکنم نفرات برترم، پس خوب جدی بگیرید، همینجوری الکی نرید جلو، حتما ازتون تو دوره جمع‌بندی امتحان خواهم گرفت. این از این. بعد بچه ها ببینید برنامه همینجوری میره جلو، جبران عقب افتادگی به مرور براتون گذاشتم، میریم پایین تا فروردین. ببین تا 29 اسفند که حالا من در نظر گرفتم شما تا 29 مدرسه داشته باشین که حالا اصولا ندارین، اما در نظر گرفتم که دارین. بعد بچه ها یک فروردین که هیچی، از 2 فروردین دوباره شروع میشه. خب 2 فروردین شروع میشه، میریم جلو،
دوباره 13 فروردین برنامه ندارین، باز دوباره میریم جلو تا 15 فروردین. نوشتم 5 روز آخر رو بهتون میگم که باید چیکار کنین. 5 روز آخر بچه‌های نهم چیکار میکنین؟ 5 روز آخر آزمون جامعه میزنین. یعنی شما هر روز صبح تعطیل دیگه، هر روز صبح زود بیدار میشین، آزمون جامعه میزنین، عصرش میشینین تحلیلش میکنین. اوکی؟ تا اینجا سوال؟ سوال بچه سوال. سلام 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 به روی ما همت. روزی چند ساعت مناسب؟ الان میگم بهتون، الان میگم. خب این از بچه های نهم. بچه های دیگه هم یه برنامه رو همتون کلیت برنامه‌تون مثل همه. ببینید دوباره بچه‌های هفتم بودین اگه اشتباه نکنم، درسای روز دارین. درسای دیگه تون هم چیده شده. فقط روزای آخرتون یکم با هم بچه‌ها فرق داره. بذار من برم پایین، اینم به بچه‌های پایین نشون بدم. تا 17 امید شما. بچه‌های نهم کمتر بود، شما تا 17 امید. شما سه روز آخر رو شما هم آزمون جامعه میزنید، همتون همین شکلی. خب بعد این هفتم بود، هشتم هم همینجوری. بچه ششم یه کوچولو فرق داره برنامه‌تون. بچه‌ها نگاه کنید، چهار تا باکس مهم و ویژه ما برای شما هوشه. طبیعتاً باید هم اینجوری باشه چون آزمونتون هوش داره. بیشتر آزمونتون بیشتر چیه؟ همه آزمون شماها هوشه دیگه، درسته؟ پس چهار تا باکس اولتون هوشه، بعد درس روزو دارین، بعدش هم یه دونه باکس درسی براتون گذاشتن. اوکی اینم از این. من یه صفحه فیلی براتون بیارم بریم جلو. سوال تا اینجا؟ سوال سوال سوال. گفتم دیگه الانم شیشما رو نشون دادم. یاسین چون تو هنوز کلاس هوش نرفتی، یکم باید زمان بدی به خودت. نه بچه های نهم، کتاب 31 استان رو برای چی گفتم بخرید؟ برای آزمون زدن دیگه. توی طول برنامه شما میتونید روزی یه دونه آزمون بزنید، تحلیل کنید. درسته که حالا به آخر کتاب نرسیدین، اما با تحلیل کردن یادش میگیرید. خب کسایی که روحیه خوبی دارین این کار رو انجام بدین. اگر که از این نمیترسید که نرسید یه سری تستا رو بزنید و این داستان ها، میتونین از الان شروع بکنید. روزی چند ساعت مطالعه کنیم؟ الان که مدرسه دارین، حالا از 12 اسفند تا من میگم 27 و 8 که بازم فکر نمی‌کنم مدرسه هاتون تو این وضعیت آنلاین انقدر پایدار بمونه، حداقل دیگه بچه تو دوره جمعنیتون 5 ساعت و نیم توی مدرسه. اگه واقعا مدرسه تون مثلا تا 1-2 ظهر طول میکشه و تا بیان خونه طول میکشه و این داستانا، یه سری حضوری هم میدونم میرید 5 ساعت تا 6 ساعت. اما اگر که مدرسه تون تو شاده و تا 10:30 صبح و آسونه و این داستانها، خب بیشتر دیگه 6 ساعت 6 ساعت و نیم. روزای تعطیل هم که 8 ساعت به بالا دیگه. الان همتون روزای آخری که از برنامه میمونه آزمون جامعه میزنید. حالا اگر بتونم خودم براتون آزمونا رو میذارم، اگر نه از همون کتابایی که خریدین، مثلا شیشومیا هوش کامل رو خریدید، از رون آزمون میزنید. آره واقعا مدرسه هاتون این شکلیه. ایتی هم خیلی کتاب خوبیه بچه. آره ایتی هم خوبه. خب چرا کمتر از این میخونی؟ بعد خیلی بیشتر بخونید دیگه این روزا. اگه واقعا بچه تعداد شرکت کننده های مخصوصا نهمی ها خیلی زیاد شده، یعنی اینو بهتون بگم که منتظر یه عالمه رقیب باشید. اینو نمیگم استرس بگیرید، اما واقعا اندازه یه رشته کنکور بچه ها ثبت نام میکنه. اینو بهتون قول میدم. منبع برای هوش نهم گفتم بارها دیگه، ایتی هست، هوش کمپلکس هست. بستگی داره 6 ساعتت آریا چقدر باشه، با چه تایم مدرسه ای. سنا پیتر سوالتو میپرسی، دارم میگم 6 روز آخر شما هم آزمون میزنی. بله سرچ نکنید،
تعداد رقیبا زیاده ولی شما سرچ نکن، شما تلاشتون رو بیشتر کن. اول من یه سری بچه ها بذارید حرفان بزنم، بعد سوال. سوالاتون هم خیلی پراکنده است، اصلا راجع موضوع نیست. راجع به برنامه، یه سری از بچه ها میگن که برنامه سبک. یه بار دیگه بنویسیم. چرا این نمی نمیسم؟ آنه بشه. یه تو میگید که برنامه سباکه. خب اگر که کارهایی که گفته شده انجام بدیم برای هر باکس، برنامه اصلا سباک نیست. اولین کاری که باید بکنین چیه بچه ها؟ اون صفحاتی که زده شده از روی کتاب درسی باید مطالعه بشه به صورت دقیق و با جزئیات. کارهایی که توی کارگاه گذشته گفتم، اگر هنوز متاسفانه کسی هست که ندیده، حتما کارگاه رو ببینید، چون اینا واقعا دیگه جاش نیست دوباره بخوام توضیح بدم. کتاب رو میخونین، حاشیه نویسی میکنین، نکات رو مینویسید قشنگ بر خودتون، بعد خلاصه نویسیاتون رو کامل میکنیم برای اون بخش، حالا صفحه، هرچی که من گفتم. بعدش میرین سراغ تست. حالا تست چیا رو میزنین؟ اول اولویتتون بچه ها. پس برنامه سبک نیست اگر همه این کارهایی که دارم میگم انجام بدین. پس شد اول بچه کتاب. کتاب درسی مدرسه. خب. بعدش شد تکمیل حاشیه نویسی و خلاصه هاتون. بعدش میشه زدن تست های علامت دار قدیمیتون، یعنی قبلا زدید و علامت دار کردین، حالا غلط بوده یا نزده بوده. بعدش میشه زدن تست زماندار جدید. بعد همه اینا تورق سریع، یعنی اگر برای هر باکس شما همه این کارا رو انجام بدین، برنامه سبکه؟ اصلا شما انجام نمیدین. من میدونم دیگه، میرین میشینین کتاب رو میذارین جلوتون میخونی، حالا یه دوتا تست هم میزنی تموم کنی میره. اگر کسی همه این مراحل رو واقعا انجام بده، اصلا وقت اضافه نمیاره، نمیگه که سبکه. تورق سریع یعنی این که سارینا کتاب رو میذاری جلوت، ورق مثلا زیستو، خب ورق میزنی، سر تیترا رو میخونی، شکلای کتاب رو یه نگاه میکنی، تو ذهن خودت میگه خب اینجا مثلا معده بود، اینجا کبد بود، اینجا تحال بود، حالا قلب ما مثلا انتارگ بهش وارد میشه، انتارگ ازش خارج میشه، اسمشون چی بود و اینا. یعنی یه سری چیزای کلیه کتاب رو برای خودت با تورق تو ذهنت دوره میکنی. شکی با تو که داری دیگه برنامه میگیری دیگه. ولی آزمونایی که میذارم همتون باید شرکت بکنی. اگر قرار باشه آزمونی بذارم همتون باید شرکت بکنی. سوال خوبی پرسیدی. هستی. و الان میگم بهتون. هستی میگه که اگر تست هوش بود اون باکسه چی؟ تست هوش رو چی کار کنی؟ خب. برای تست هوش بچه ها، اولا که تست هوش رو حتما بچه ها زماندار بزنین. اصلا دیگه ما آموزشی نداریم زماندار. بعد این زمانداره رو وقتی زدیم توی زمان، بررسی کردی، تحلیلش کردین، یا تست رو درست زدین یا غلط زدین یا نزدین دیگه. این حالت که هیچی. اگر یکی از این دو حالت بود، پاسخنامه رو میخونیم، بعد دوباره بچه ما بر میگردیم حل میکنیم مجدد همون موقع. اینم از هوش.
حالا گفتم دیگه راجع به هوش. کتاب برای چه درسی چی بزنیم؟ بستگی داره. من نمیتونم اصلا، کسایی که اینا میپرسید شاگردای خودم نیستید البته. بستگی داره بچه‌ها به سطحتون، به اینکه از کی شروع کردی، اصلا هدفتون چیه؟ نه آینا، من آزمون گرفتن ازتون رو خودم تشخیص میدم. مثلا ممکنه من 5 روز دیگه اعلام کنم بچه‌ها من میخوام فردا ازتون این ساعت آزمون بگیرم، تو پنلتون گذاشته میشه برای شرکت کنین. شما برنامه روزانه‌تون انجام بدین که آزمون رو من میذارم بتونین انجام بدین. حالا ممکنه مثلا تو دوره جمع‌بندی ازتون 2 تا آزمون بگیرم یا اصلا 1 دونه جامعه بگیرم. اونشو نمیگم که تا روز آخر هر روز درستون رو بخونید. بله آفرین. یه سوال خوب دیگه که بچه‌ها پرسیدن، مهدیه میپرسه که عقب افتادگی اگه نداشتیم توی اون باکس رو چی کار کنیم؟ خب بچه هایی که تو باکس عقب افتادگی نداشتید چند تا کار؟ 1 مرور باکس های قبلی هفته گذشته. دو مرور لغات ادبیات و زبان و غیره. 3 مرور خلاصه نویسی. و بچه‌ها نکته مهم، تحلیل آزمون‌های قبل. کسایی که عقب افتادگی نداشتی تو باکس‌های عقب افتادگی 3 تا کار میتونین انجام بدین. یکیش مرور باکس‌های قبلی هفته گذشته‌تونه، دومیش مرور لغات ادبیات و زبان و غیره، و سومیش مرور خلاصه نویسی و تحلیل آزمون‌های قبلیتون. سوال تا اینجا اگه دارین بپرسین. ثبت نام آزمون هنوز بچه‌ها اعلام نشده، هر وقت که اعلام بشه بهتون میگم، ولی اینجور که من مطلع شدم تا آخر اسفند دیگه اعلام میشه. برنامه حسین جان اگه میخوای بگیر بعد مشاوره ثبت نام کنی، برای ثبت نام مشاوره یا به شماره 0 خرید یا با کلاسینا تماس بگیرین. 0-21-91-20-80-20 پیج خودم هم که میپرسین. اینم پیج اینستاگرام، اگر خواستین میتونین با خودم هم ارتباط بگیرین. دیگه سوال؟ بچه ببینین، سوال خوبی پرسید. اینکه برای دوره حالا لازم نیست حتما آفلاین ها رو ببینیم، مثلا میتونیم فقط جزوه رو مرور کنیم. بستگی داره بچه من به سطح شما. الان اگر دانش آموزی هست که تو طول سال خوب رفته جلو، خوب کلاسشو دیده، جزوهش کامله، خوندن جزوه به تنهایی کفایت میکنه مرور کنه، خب میتونه وقتشو بذاره بیشتر تست بزنه و این کارها. اما اگر دانش آموزی بوده که موقع کلاس خوب کلاسو ندیده، درصدای آزموناش کمه، درصدای کلاس خود استاد کم میزنه، بهتر آفلاین ها رو دوباره مجدد ببینه. اگه کسی تستاشو علامت دار نکردی، که متاسفانه کسی داره اینو میپرسه که از دانش آموزای خودم هم هست آیناست، اونو من کی گفتم و تو از کی دانش آموز منی، تستاشو منظبی بزنه. بچه هایی که مهمون کارگاهمون هم هستیم بذار اینو بهتون بگم، یه عده تستاشونو علامت دار نکردن، حالا مثلا میخوان برن تست بزنن، آقا 200 تست از یه فصل دارن علامت دارم نکردن و الانم وقت این نیست که بشینن 200 رو از اول حل کنن. چیکار میکنن بچه ها؟ مزربی تست میزنن. حالا این مزربیه میتونه مزرب زوج یا فرد باشه. اگر تعداد تستاتون خیلی زیاده میتونه مزرب 5 باشه.
میدونی چرا میگیم مذربی؟ چون ببین بچه ها، اگر این کتاب منه، کتابمو بذارم جلو، از اولش بشینم حل کنم برم تا آخر، یه سری تست هست که اصلا بهش نمیرسم. خب یعنی یه سری تست هست که آخر کتاب ما اصلا بهش نمیرسیم حلش کنیم. به خاطر همین بهتره که مذربی بزنیم که تا انتهای کتاب رو یک دور از همه مباحث تست حل کرده باشیم. اینم از مذربی. بله خوبه مهلا، میتونی این کار بکنی برای رشد بچه های من. درصدتون از 70-80% به بالا شما باید خیلی تلاشتون بیشتر باشه. یه نکته بهتون بگم، مثل رشد کردن تراز قلمچی یا حالا آزمون های دیگه هست، خب مثل رشد کردن تراز فورتیک، مثل رشد کردن حالا هر آزمونی که میدید، همیشه مثلا بهتون مثال بزنم، از درصد 0 شما بخواییم برسیم به 20، از 20 بخواییم برسیم به 50، از 50 برسیم به چقدر نخوش خط به 70، از 70 بخواییم برسیم به 90 و حالا از 90 تا 100 هم که هیچ. ببین برای این اولی شما خیلی تلاش زیادی نیاز نداریم، با یه تلاش خیلی کم بهش میرسید، در حد اینکه شما فقط کتاب درسی رو بخونید. اما با دومیه، برای دومیه نیازه که شما یکم تست هم بزنید، یکم تلاش میخواد. خب برای سومی دیگه خیلی بیشتر تلاش میخواد، تست بیشتر، زمان بیشتر، و برای آخری که دیگه مرحله خیلی مهمیه دیگه خیلی تلاش بیش از اندازه میخواد، ساعت مطالعه بالا میخواد، تعداد تست زیاد میخواد، تحلیل زیاد میخواد، همه اینا باید باشه. هر چقدر که این درصده بره به سمت 100، رشد کردن حتی 3% یعنی یه تست هم بخوای بزنی سخت داره. من کتاب بچه ها الان نمیتونم معرفی کنم، چون مخصوصا اونایی که دارید این سوال رو میپرسید شاگردای خودم هم نیستید، من سطح شما رو نمیدونم بخوام کتاب بگم. دیگه سوال ندارین؟ خب من به آسو یه زنگ بزنم. بچه ها آسو، حالا اول حرف بزنم بعد به زنگ بزنم. جفتش شکی با هر جفتش رقیبای خاص خودش رو داره. اصولا دانش آموزی که درس میخونه هر جفتش رو شرکت میکنه، من داشتم این مورد و هر جفتش رو شرکت میکنه و تو هر جفتش هم قبول میشه. حالا میشینه انتخاب میکنه که من برم اون مدرسه یا این مدرسه. از الان به این که بری نمونه یا سمپات فکر نکن. خب راجع به آسو بگم، فکر کنم آسو از اوایل آذر مشابهش رو شروع کرد، از اون اولم آزمونه قلمچی رو میداد، بعد حالا ترازش نوسان داشت یه کوچولو، اما خب از 5000 خورده فکر کنم شروع کرد. آزمون آخری که هفته پیش داشتیم آسو یک کشور شد توی قسمت تیزهوشان، ترازش هم شد 8100 خورده. متاسفانه چون آسو شهرستانه و امکان اینو نداشتم که حضوری بیارمش، خواهم بهش زنگ بزنم، الانم نمیدونم تو کارگاه هست یا نه. آسو اگه هستی اطلاعی از خودت بده، یکم بیاد باهاتون حرف بزنه چی کار کرده که توی این 5 ماه اینقدر خوب پیشرفت کرده. 5 ماه که نه، کمتر، 4 ماه. بذاریم اینم جواب میده. آسو 9 ماهه.
میگن تصویر نیست. خب الان بچه صدا و تصویر رو دارین؟ اوکی یه همه چی؟ خیلی خب. من با آسو ارتباط گرفتم. آسو جان سلام. سلام. خب آسو بچه پایه نهمه یعنی رتبه یک کشور تیزهوشان شد با تراز 8126. آسو 96. خب آسو به بچه ها بگو که همین حرفی که به من همین الان زدی، از چه ترازی شروع کردی و اینکه چه ماهی بود که اون ترازو گرفتی و تقریبا بگو چش. بگو ببخشید تقریبا تراز 6000 بود. بعد خب قلم چقدر از این که آزمونای اصلی شروع بشه تو آزمون هدیه یعنی رایگان برگزار کرد که توی اون آزمونا بود که من 6000 شدم. بعد ولی خب آزمون بعد بود یعنی نه همون مهر ماه بود، 9 مهر بود. ولی خب آزمون جز آزمون اصلی نبود، آزمون رایگانی بود که برگزار میکنه. بعد ولی خب آزمون اصلی اولی 6500. آزمون اصلی اولی 6500. خب آسو توی این مدت از مهر تا الان تراز یواش یواش رفته بالا، تلاش چجوری بیشتر شده؟ ساعت مطالعه بیشتر شده؟ درصد تستاتو بردی بالا؟ تعداد بیشتری تست میزنی؟ بیشتر کتاب میخونی؟ حرف استاداتو گوش میدی؟ چیکار میکنی؟ به بچه ها بگو چیکار کردی؟ یه جوری درست‌تر میخونم، یعنی درستایی مثلا که خب شیوه هایی که درست‌تر دنبال میکنم، مثلا اونجوری که شما گفتین درس‌ها رو خوندم، مثلا ادبیاتو به همون شکل فلش‌کار درست میکنم برای همه درس‌ها، حتی برای سوالای مهم دینی و اجتماعی هم فلش‌کار درست میکنم، جبلاک خلاصه نویسی. دقیقا اون تکنیکی که شما گفتین رو پیش بردم، یعنی دیگه وقتی که تکنیکی و مفید و پربازده درس بخونی لازم نیست بشین 14 ساعت در روز درس بخونی، چون که در واقع تو داری با بهترین بازده این کار رو انجام میدی. دقیقا من احساس کردم همین اتفاق افتاد، چون که یعنی بهتر جواب میگرفتم، حتی چون تانه این مدرسشون تکنیکای شما رو که پیش میبردن حتی برای جنبندی اینو واقعا اون شکلی شد. باریکلا آسو. بعد آسو تو کلاس اینو چه کلاس هایی هستی؟ فیزیک و شیمی و ریاضی و استعداد تحلیلی. خب از این چهارتا هم دیگه فوق‌العاده استفاده کردی دیگه قطعا؟ بله دیگه، تک تک کلاس هایی که بودم بعدش هم معمولا مپس هایی که دقیق تر بودم، مثلا حرکت شناسی تو فیزیک و فیلماشو تو سو بار نگاه میکردم، یعنی جزو اینا اونه مپس هایی که دقیق تر بودم فیلم رو تو سو بار نگاه میکردم، انقدر حل میکردم تا مثلا دیگه برسه به اون جایی که یه سطح مطلوبی باشه که بشه مثلا آزمون داد. خب بچه ها دارن تو چت میپرسن ساعت مطالعات چقدر میانگی؟ آقا ساعت مطالعه الان بگم باور نمی کنن، ولی میانگین در روز بین 4.5 تا 5 ساعت و نیم، حد اکثر 6 ساعت. به 6 خیلی نرسه. چقدر آسو؟ روزه ترتیل دیگه میرسه به 8. 8. اوکی. ببینی بچه چقدر تایم مطالعهش واقعا نرمال و دقیقا مینیموم چیزیه که من همین الان گفتم دیگه. خب دیگه سوال وایسه بنم چی میپرسن ازت؟ سوال نداریم بچه ها از آسو؟ خب بعد آسو یه چیز دیگه هم به بچه ها میگی، این که سر آزمون حالا تست تو خیلی جزو بچه هایی هستی که همیشه کارنامه‌تو میفرستی تعداد غلطات خیلی نرماله، یعنی همیشه هیچ وقت قرمز نمیکنه قلمچی برات، چون بچه‌ای که از یه تعدادی از 20 تا به بالا غلط میزنن قرمز میشه تعداد غلطاشون، یعنی داره بهشون هشدار میده که زیاد دارید غلط میزنید. خب این زیاد غلط زدن هم باعث میشه که درست‌ها رو از بین ببره دیگه. آسو تو جزو بچه‌ای هستی که همیشه تعداد غلطات خیلی نرماله، اینم بهشون بگو که سر آزمون اونایی که نمیدونی و چجوری میتونی ازشون بگذری و غلط نزنی. خب طبیعتاً هر آزمونی که مثلا آزمونایی مثل تیزهوشان و اینا، مثلا از 10 تا سوال ریاضی طبیعتاً 2 تا یا یکی رو میده که اصلا آدم نزن، یعنی به شکلی که اصلا از شکل سوال مشخصه که این حل نمیشه مگر دیگه یکی از یه شخص مثلا یه عجوبه یه مغز ریاضی بیاد مثلا اونو حل کنه که واقعاً ارزش نداره، اگر مثلا حلش کنه زمان زیادی ازش ببره.
بنابراین ببینید شما وقتی که 20 تا سوال ریاضی قلمچی میذاره جلوتون، سوالی که راحت حل میکنی نماد علمیه با اون سوال هندسی عجیب غریبی که 6 تا مثلث تو همین همون یه درصد به شما میده. خب چه فرقی میکنه؟ چرا من برم بجنگم با اون هندسی عجیب و غریب؟ خب یا همون نماد علمیه رو میزنم. اینجا که وقتمون طرف کنیم به زور بگیم مثلا باید سوال فلان رو حل کنم چون میخوام اینو حل کنم، خوبی نمیشه. من میبینمش، میگم مثلا من هندسه کار نکردم، هندسه اصلا کلا مبحث سختیه، یکم ضعیفترم، بیام برم بعد قلمچی بودجه بندی داره دیگه، مثلا میگه ریاضی فصل 3 و 4، خوبی میگم فصل 3 رو ضعیفتر کار کردم یا اصلا خیلی کار کردم ضعیفترم، میام اول سوالی که فصل 4 رو جواب میدم، این باید میشم اعتماد به نفس بگیرم، بعد میام آسونا و متوسط چه سختی هستم که اصلا جا میدم. باریکلا، یعنی در واقع آسو همون تستایی که دام داره رو تو رد میشی. الان خیلی قشنگ گفتی، گفتی که توی آزمون واقعا اینجوریه، چه حالا آزمون اصلیتون چه آزمون آزمایشی، برای طراح هیچ فرق نداره تو سوال آسونه رو بزنی یا سوال سخته رو درست بزنی. خب اما کسی که گیر میکنه روی اون سوال سخته، اون آسونه هم از دست میده. تعداد تست روزانه تو آسو میپرسن چقدر تست میزنی؟ متغیره ولی خب حالا اینا میپرسن، تو یه چیزی بگو. بستگی داره، ولی خب من بیشتر خودم دانش‌آموز میدونم خودمو که با متن خوندن بیشتر پیشرفت کردم. یعنی همین که ریز ریز خودم نکته ها رو در میآورم چندین بار میخونم، ولی خب تستم کار کردم بیشتر به اختصاصی تقریبا روزی میانگین بین حوزن 100 تا 150 تا تست. باریکلا، تا تستش هم دقیقا همونیه که همیشه من میگم. یعنی واقعا آسو جز بچه هاییه که یک ویژگی خوبش رو بگم، حالا بعد سوالایی که پرسیدیم باز ازش میپرسن، یک خیلی منظم بوده از اول سال، دو خیلی خیلی حرف گوش کنه، قشنگ اگه حرفاشو گوش کرده باشی، حرفایی که تو کارگاه های قبل زدم و آسو گوش داده، همین که داره میگه خیلی به تعداد تست اهمیت نمیدم، بیشتر براش مهمه که با کیفیت درس بخونه، آسو رو کرده یک کشور. آسو هم بچه از گفت دیگه از ترازی 6000 شروع کرده، الان شده 8196، یعنی اینو برده رسونده به سقف سقف، یعنی آسوی ماکسیموم خودش رو نشون داده و این برای من خیلی ارزشمنده که آسو پیشرفت داشته. یعنی اگه آسو از اول 8000 بود خیلی من دوست نداشتم، ولی اینکه انقدر خوب پیشرفت کرده نشون دهنده اینه که یک، حرفای منو خوب گوش کرده، دو، تلاش خودش بوده، واقعا تلاش آسو بوده، و اینکه سه، از بچه‌ها بوده که همیشه منظم بوده، نمیذاشته هیچ کتابی یا حالا هیچ کلاسیش آفلاین بمونه، همیشه اوکی رفته جلو و کار خودش رو کرده. بچه چیز عجیب غریبی هم آسو بهتون نگفت، گفت چی کارا میکرده، گفت فلش کارت انجام میده، خلاصه نویسی انجام میداده، تعداد تستش 100 تا 150 تا، مطالعه روزای مدرسه 4 ساعت و نیم تا 5 ساعته، روزای تعطیلش 8 ساعته، یعنی یه چیزی گفت که نرمه، یعنی هیچ کاری نداره برای شما بخواید مثلش انجام بدید. دیگه بچه ها چیزایی که دارین میپرسین بسته دیگه، اینا رو پرسیدیم و فکر میکنم که مرسی از آسو که اومدی با بچه صحبت کردی عزیزم، امیدوارم که همینجوری تا آخر سال موفق باشی. حالا من به عنوان اینکه آسو رتبه یک کشورم شده و این قدم پیشرفت داشته، یه هدیه کوچیکم براش میخوام ارسال کنم که ایشالله رسید دستش، یه عکس خوشگلم میگیره برام میفرسته. آسو موفق باشی عزیزم، کاری نداری فعلا، خدافظ. سنا اینو اول کلاس گفتم دیگه، گفتم کامل میخونید، اگر اون راه حلی که من بهتون گفتم اگه همش انجام بشه وقت اضافه نمیاری. اینجا عقب اینا، این که باکس عقب افتادگیه که اگه نداشتیم چیکار کنیم، اینا رو توضیح دادم از وسط کلاس اومدید ندیدید. اینم که گفتم راجع به کسایی که میگن سبکه، اگه همه این کارا رو انجام بدید هیچ وقت سبک نیست. بعد پرسیدید هوشا رو چیکار کنیم، توضیح دادم نبودید از اول کلاس. یکی هی داره میگه خدافظ، خب اگه میخوای بری چرا انقدر میگی خدافظ؟ از شاگردای خودم نیستی، شانس آوردی. خب بریم ادامه بدیم. یاسین سطحش خوبه، من جزو چیزهایی که قبول دارم، یعنی واقعا قبول دارم،
من اسم چند نفرم بچه بخونم تا یادم نرفته که خیلی خوب پیشرفت کردن. یادتونه یه چیزی بگم اوله؟ نه اول از همه ما چله نشینی که شروع کردیم جمع‌بندی رو، من روز اول بهتون گفتم که همتون صبح بخیر بفرستی، چپ ساعت مطالعه بفرستی. میتونم بگم حدوداً 70% تو این کاری کردیم، یعنی اون همه من وایس دادم و تو گروه اولیا گذاشتم و دونه دونه به خودتون وایس فرستادم، باز 70% حدوداً این کاری کردم. منتظر بودم واقعا همه انجام بدن. از بین اون 70% من میتونم الان به شما قول بدم فقط 30%شون چهارشنبه و پنجشنبه هم پاشدن و درس خوندن. با همون کیفیتی که روز اول صبح زود بیدار شدید منظورم. 40% بقیه ول کرد. اصلا شک ندارم روی این قضیه. و بچه دیگه ببینین از یه جایی به بعد نه من میتونم کاری بکنم، نه خانوادتون میتونه براتون کاری بکنه، خودتونیم خودتون. دیگه یه بار میگم صبح ساعت فلان بچه پاشین و میدونین که این چالش هایی هم که واسه تون میذارم واقعا صرفا اینه که وظیفه هم که نیست، واقعا صرفا اینه که شما یه انگیزه بگیرین، یه روحیه بگیرین، شارژ بشین، برین جلو. خب بعد اینکه به همه تونم هم گفتم که هر روز براتون یه ویدیو دارم میذارم، هم تو اینستاگرام هم میذارم، تو گروه هاتون میذارم، همین که پادکست تولید کردم اینا رو هم تو طول هفته ها براتون میفرستم. اما اینا به درد کسی میخوره که واقعا داره درس میخونه. کسی که درس میخونه من هر کاری هم انجام بدم هیچ پیشرفتی نخواهد کرد. خب اینا حواستون باشه دیگه، حواستون باشه جزء اون 30% باشین، جزء این 40% نباشین. اون 30%ی که پیام ندادن که دیگه اصلا هیچی، کلا از بازی پرت شدن فکر میکنم میرم. بله امیر محمد چرا قبول نشی؟ من اینو سریای پیشم گفتم، گفتم بچه ها هی نگید قبول میشم یا نمیشم، شما تلاشتون رو بکنی، اگر که نشد اون وقت بیم بگی من تلاش کردم و نشد. اصلا تلاش کردی و نشد، خب نشد دیگه، تو مهم اینه که تو تلاشتو بکنی. دو روز دیگه بعد آزمون تو تابستون با خودت نشینی فکر کنی بگی که من کم کاری کردم، کاش بیشتر میخوندم و غیره. خب مهم اینه که از الان امیر محمد 100% انرژی خودتو بذاری. امیرعلی میگه چقدر داره سخت میشه. دیگه سخته دیگه. میگم اندازه یه کنکور شما میخوای رقابت کنی. تعداد نفرات اندازه یه کنکوره. واقعا چیز ساده‌ای نیست. یه چیزی که همه دارن براش تلاش میکنه و اینکه برای موفق شدن واقعا باید جنگید. هر پایه‌ای باشید فرقی نداره. شما ندارید مهدی. بله آخر کلاس هم میارمتون بالا. روز آخره هر چی سوال دارین بپرسین. البته من هنوز حرف دارم باهاتون. خب بچه‌ها یه چیزی بگم بهتون. یکی از بچه‌ها چند روز پیش به من میگفتش که من میدونم چی میخوام، میدونم هدفم چیه، اما نمیدونم چی جوری بهش برسم. خب اینکه میدونی چی میخوای خیلی خوبه، اما اینکه نمیدونی چجوری بهش برسی میشه اسمش هدف گذاری. خب بذاری من برم یه صفحه خالی از اول اینو بهتون توضیح بدم، خیلی بحث مهمیه. اسمش میشه هدف گذاری. حالا بچه این هدف گذاریه یکیشه که من براتون انجام میدم اگر گوش به حرف بدید. برنامه ریز باش. کسی که برای هر روزش برنامه نداشته باشه در واقع خیلی غیر مستقیم برنامه شکست خودش رو داره طراحی میکنه. اوکی؟ پس این نکته اول. نکته دوم، مدیریت زمان باید بلد باشید بچه ها. چقدر بخوابم، چقدر درس بخونم، چقدر تست بزنم که همه اینا رو گفتم به شرطی که رعایتش بکنی، چقدر تست بزنم، چقدر کلاس ببینم، چقدر مدرسه‌مو بهش توجه کنم و غیره. مدیریت زمان. نکته بعدی،
خود تنظیمی. یعنی چی خود تنظیمی؟ یعنی نه با اتفاقی خیلی خوشحال بشی، نه با اتفاقی خیلی ناراحت بشی. نه آسو باید با این تراز خفنی که گرفته الان مغرور بشه و درس خوندنه و تلاش کردنه رو کم کنه، نه کسی که تراز حالا افت تراز داشته یا حالا درصد کلاساشو کم زده ناراحت باشه و تلاش نکنه. برای هیچ اتفاقی نه خیلی بچه‌ها اینو تا آخر زندگیتون یادتون باشه، خیلی خوشحال بشید بیش از حد، نه خیلی برای اتفاق خیلی ناراحت بشید. یه چیز ایدئالی و خود تنظیمی داشته باشید ببرید جلو. و نکته مهم بعدی تعهد و تمرکزه. اگر هدفی رو شروع کردی و واقعا دوستش داشتی تا آخر مسیر باید بری جلو دیگه. در غیر این صورت اگر نسبت بهش تعهدتو نداشته باشی یعنی واقعا هدفت نبوده. اوکی. و اینکه همه رو فکر کنم گفتم دیگه، خود تنظیمی، تعهد و تمرکز. سوال متن کتاب درسی هم بخونیم، خسته نباشی. من اینو تو کارگاه اول گفتم مهمترین چیز کتاب درسیه. و چند بار بعد اینو بگیم، کتاب درسیتون مهمترین منبع درسی شماه. طراح آزمون رو با کتاب درسی میفرستن که سوال طرح کنه و قرنطینش میکنن بهش. کتاب کمک آموزشی نمیدن که تو برو از روی کتاب کمک آموزشی طراحی کن. املت قارش هم باید از این باید استفاده کنین دیگه. خب اگر کسی هست که مرتبط با حرفمون، بچه نه این سوال غیر مرتبط بپرسینا، اگر کسی هست که سوال مرتبط داره تو قسمت MD تماس صوتی رو بزنه و وصل بشه و بیاد بالا. یعنی چی در مورد دانش آموز گرفتن سمپات بگید؟ متوجه نمیشم علی. سهیل جبران میشه، بعد تو بلد باشی دیگه راهش چیه. حتما اولویتت آیلا باید تسته غلط و نزدت باشه. اصلا اگه اونا رو نزنیم که چه فایده داره؟ نه عزیزم، شما یه آزمون میدین ولی تو ثبت نام باید انتخاب بکنین رشتتون رو. یه آزمون میدید شما، اینجوری نیستش که برای هر رشته ای بخواید یه آزمون جداگونه بدید. علیرضا من کارگاه هشتممه. توی کارگاه گذشته طریقه درس خوندن اینا گفتم، کارگاه شماره 2 اینا رو گفتم. چرا میتونی هر کی دلش میخواد تو قسمت MD تماسو بزنه، برام فرقی نداره کی میاد بالا. یه آدم خوش انرژی ترجیحاً بیاد بالا. از الان شروع کنیم، من میتونیم موفق شیم، چرا که نه. اینو الان همین یه رو پیش گفتم میتونیم، چرا نتونیم. سلام مهدیه، صدای مهدیه اگه اشتباه نکنم. آره منم خوبم. چه خبر مهدی؟ همه چی خوبه؟ درس خوبه؟ سلام مهدی، ممنون خواهد باشی. تا الان خوب بوده؟ بله. این دو روز جنبندی چطور بود؟ این دو روز هم خوب بود ولی خواهد باشی یه اتفاقی افتاده بود. من کلن مثلا خواب که میخواستم بیدار بشم دیگه نخواهیتم ساعت 8 رو بیدار میشدم و خب واقعا همون موقعی از من نهایتاً دیگه صبح بیدار میشدم ساعت 7:30 بود. برای چیزی که برام خیلی غیر قابل باور بود، روز اولی که شما گفتید ما بیدار بشیم، من ساعت 6 ساعت 6 صبح بیدار شدم و خب اون موقع زودترین ساعت بود که من در طول فعلا زندگیم در واقع بیدار شده بودم. و خب اون روز واقعا خیلی روز خوبی بود، چون دیدم که واقعا چقدر وقت بیشتری داشتم که میتونستم ازش استفاده کنم. ولی خب من نفسی الان که مثلا ما 2 کلاس داریم و بعد از دوران مثلا خب من خودم شاید مثلا با هم دیگه کلاس داشته باشم یا مثلا با جبران یا بشه ستا ولی هم خب فرصت زیادی نیست که مثلا همه بازدار رو هم مثلا روش 2 ساعت وقت بذارم. بچه ها میگن صدای مهدی کمه. خب مهدی یه ذره بلندتر صحبت کن. خب
بعد الان زمانی که مثلا من دوتا کلاس دارم به نظرتون میشه که خب مثلا از تستا کمش کرد یا خب مثلا بعضی قسمتایی که میمونه رو یه کوچولو روش کمتر زمان بذاریم؟ چون مثلا من خودم الان چون مدرسه داریم و خب گاهن الان من امتحانم دارم و خب امتحانای مستمرم هم در واقع داره شروع میشه، میتونم بعضی از باکس ها رو خودم مثلا برای حالا اون مثلا 1 ساعت و 15 دقیقه رو بیشترش کنم که مثلا 2 ساعت بخونم یا مثلا 3 ساعت بخونم که بعد حالا مثلا اگر قسمتی اضافه مون توی اون قسمت‌های در واقع باکس جبران بخونم اونا رو میشه؟ آره حتما. ببین مندی، اولا که خوبی برنامه اینه که انعطاف داره. من همیشه بهتون میگم برنامه‌ای که من می‌نویسم همیشه انعطاف، مثلا تو دوره جنبندی مهمترین آیتمه، انعطاف پذیریش بالاه. خب مهم اینه که انعطاف پذیری داره، تو باکس داری، باکس در واقع جبران عقب افتادگی داری، باکس درس روز داری، تو همه اینا. این تایم 1 ساعت و ربع پیشنهاد بود، اون 1 ساعت و ربع پیشنهاد بود، تو میتونی حالا اون 1 ساعت و ربع برای مهدیه 2 ساعت، بعد از اون ور حالا مثلا میگم مهدیه میتونه باکس عربیش رو تو 45 دقیقه جمع کنه، خب اون وقت کاملا به درسای اون روز میرسه دیگه. چی مهدی؟ من که داشتم نگاه میکردم، یعنی دیروز من همیشه پستای شما رو که نگاه میکنم، کامنت های زیرشم رو میخونم. باری کلا ببین خدا وکیدی نگاه کنی، مهدی هم که همتون دیگه میشناسین، جزو معروف های کلاسینا، بچه های خوب همیشه بچه ها کارهایی که من میگم انجام نداره، میگه هر روز پستارم میره میبینه. خب من به خاطر شما اونا رو میذارم، شماها نمیبینید، دانش آموزی که شاگرد من نیست دائم داره میبینه، دائم داره کامل به حرفام گوش میده، توی دایرکت برام عکس مثلا خلاصه‌شو میفرسته، عکس اون کاری که گفتم انجام داده رو میفرسته. اما شما که شاگرد منی خودتو انجام نمیدید، تازه دونه دونه من براتون تو شخصیتتون میفرستم، بچه این کار کنه، بچه صبح بخیر بگی این کار بکن، ولی بازم خیلیاتون انجام نمیدید. مرسی مهدی. خب ادامه بده داشتی میگفتی. بعد خانم عباسی، من کامنت ها رو هم همیشه وقتی کامنت میذارم یه نگاهی هم به کامنت های بقیه میکنم. بعد مثلا یکی از چیزایی که دیدم این بود که توی اون کامنت در واقع توی پست آخری که دیروز گذاشته بودید، بچه‌ها خیلی گفته بودن که توی مطالعات مشکل دارن و خب من خودم هم مشکلم توی همون قسمت مطالعات بود. اما خب خانم عباسی، من توی فورتیکم که بهتون گفتم، من درسم کلا توی مطالعات یک مقدار پایین بود و مثلا چیزایی هم که بود این بود که خب مثلا سوالایی که پرسیده بود توی نقشه‌های کتاب بود اکثرا، اما خب نقشه هم مثلا خیلی واضح نگفته بود، یه سری اطلاعات مربوط بود که مثلا ما خودمون باید میدونستیم و خب من نمیدونستم اونا رو از کجا باید بدونم و چه کتابای مختلفم که دنبالش گشتم پیدا نکردم که اون نکات تستی رو باید از کجا پیدا کنم برای اون سوالا. اولا که تصویری که هیچی خارج از کتاب به شما سوال داده نخواهد شد اصلا به هیچ وجه، اما تصویری کتاب درس رو باید کامل فول باشین، یعنی اینکه این رود از کجا میرسه به کجا، وصل میشه به کدوم رود، یعنی اینا رو دونه دونه از رو نقشه کتاب باید فول باشید. واقعا سوالا رو جوری طراحی میکنن که دانش آموزی بتونه بچه‌ها موفق بشه که کامل کتاب خورد داده بشه. یعنی اصلا فکر نکنید که میان خیلی روتین از شما میپرسن، مثلا برای مطالعه 4 تا تیتر دارید، 4 تا تیتر رو میان ازتون میپرسن و جزئی. الان مهدی داره میگه نقشه، مهدی نقشه رو جزئی باید بلد باشی، این رود از کجا میرزه به کجا، از کدوم شهر به کدوم شهر وصل میشه به کدوم رود دیگه، میرزه تو کدوم دریا، همه اینا رو بعد از روی نقشه حفظ باشه و اصلا شک نکن چیزی جز کتاب درسی به شما سوال نمیدن. بعد خانم عباسی، یه نکته دیگه هم که بود، من حالا دیشب، شاید حالا الان کار درسی نباشه، اما خب من دیشب یکی از کلاسایی که داشت برای نکته و تست فیزیک برگزار میشد و رفتم یه نگاهی بهش بندازم و واقعا دیدم که بعضی از سوالایی که مثلا اونا هم داشتن حل میکردن از سوالایی که دقیقاً ما داریم حل میکنیم. مثلا برای حرکت عیناً سوالی بود که استاد برای ما توی کلاس پیشرفته حل کرده بودن و وقتی که دیدم که مثلا داریم چنین چیزی رو حل میکنیم یکم امیدوارتر شدم. اما خب یه نکته دیگه ای که مثلا بعضی جاها بود، من فکر میکردم تا الان که باید همیشه فرمول مثلا بلد باشیم که خب سر آزمون مثلا بتونیم از فرمول سریع استفاده کنیم، اما خب دیشب دیدم وقتی که یه فرمول جابجا میشه خیلی سوال به هم میریزه و الان فهمیدم اشتباه، یعنی واقعا یکی از بزرگترین مشکلاتم این بوده که شاید تا الان دنبال فرمول بودم و خب خیلی اشتباه بود کاری که انجام میدادم برای فرمول حفظ کردن. بعد دیدم که واقعا با همون چیزایی که استاد گفته بودن خیلی مفهومی‌تر میشد سوالا رو جواب داد.
بچه های دیگه هم دارم میگم ما هم رفتیم یکم نگاه کردیم چقدر پیگیری میرین نکته تست کنکوری هم نگاه میکنیم. اولا که بعد چیزی که گفتی خیلی خوب بود، الان مثلا بچه نهم حرکت دارید و فشار، حالا دو تا فصل مهمی که دارید، این دو تا فصل رو شما واقعا سوال کنکور ازش دارید و الان مهدیه که میگه نکته تستیدن دیده حرکت شناسی بچه حدودا 3 تا 4 تا سوال کنکوری هست و خب شما الان خیلی بخش عمدهش رو دارید میخونید، امسال شتاب کامل خوندین، سرعت ثابت و این داستانا رو دارید میخونین و قطعا این پایه هاتون تأثیر گذاره تا کنکورتون و کسی که از الان داره خوب میخونه خیلی تأثیر گذاره. فشار 2-3 تا سوال کنکوره، 2-3 تا از سوال کنکور رو در بر داره و جدی گرفتن این روزها میتونه باعث بشه که برای کنکورتونه برید بالا. خیلی خب مهدیه، اگه سوال دیگه نداری یکی دیگه هم واسه کن. خیلی ممنون خانم عباسی، خسته نباشید. موفق باشی عزیزم. دیگه اومد بالا، ایراداتش هم گفت دیگه، هر کی دوست داره بیاد دیگه سریای آخره. حسین چی رو جواب بدم میپرسی لطفاً؟ من متوجه نمیشم. امیر محمد بله میتونی. سلام. مهلا هستم. مهلا چطوری مهلا؟ خوبی؟ خوبم ممنون. ببین گفتم خوش انرژی، تو باز مثل همیشه صدات بیحاله. نه من یک چیزی بگم، من از همه چی راضی هم، فقط یک چیزی خیلی فکرم رو درگیر کرده و یه حس بدی بهم میده. چی؟ اول اصلا این برنامه تون خیلی خوبه، بعد وقتی که واسه هر درسی وقت میذاری و عالی میری، پیش جلو پیش میری و اون برنامه خیلی مهمه و به نظرم اصلا آسون نمیشه. بعد یه حس، یه چیزی که هست که حس بد بهم میده اینه که مثلا میرم تست حل میکنم، یه تستی هستش که میزنم مثلا درس ریاضی قرار 20 تا تست بزنم، مثلا 5 تا تست اول میزنم، بعد تست ششمی مثلا میبینم ضریبش خیلی خوبه اینا میرم بزنم، میبینم نمیتونم حلش بکنم، شک دارم. میبینی چیش خوبه مهلا؟ میبینی چیش خوبه؟ مثلا ضریب داره، مثلا این موقع تست اونجا رو بعضی کتاب هست ضریبش کنارش نمیشن دیگه. صداش خیلی ضعیف، یکم بلندتر صحبت کن. میگم وقتی میرم تست بزنم، یه تستی که ضریبش خوبه، وقتی میرم اون تست رو بزنم میبینم نمیتونم حلش بکنم. من نمیفهمم ضریبش خوبه یعنی چی؟ یعنی چی ضریبش خوبه؟ ضریب بالایی داره. یعنی چی؟ مگه تو تستای ریاضی که جلوت میذارن 10 تا تست فرق داره بین سوال 1 و 2 ضریبش؟ من از اینترنت رفتم، کتاباشو دارم، ولی رفتم از اینترنت چند تا سوال گرفته بودم، ضریب زده بود کنارش. نه این کار اشتباهه، همین الان آسوس 300 داشت صحبت میکرد، وقتی که 10 تا تست ریاضی توی آزمون میذارن جلو شما فرقی نداره بین سوال 1 و 2 و 3. حالا اونی که از اینترنت تو دانلود کردی نمیدونم چی بوده. خب سوالتو بپرس، حالا کاری به ضریب نداشته باش. و همین که خب حس بعدی میگرفتم، بعد اون تستای بعدیش رو همش میترسیدم، گفتم خب اونو نتونستم حل بکنم، بعد تو سوالای آزمونایی که حالا تو کلاسینا هست یا توی موقع مدرسه نمونه هست اینا بخوام برم بزنم، اگه نتونم اونا رو حل کنم چی؟ بعد بقیه سوالا رو نمیتونم. فکر کنم شما بدونین یه حسی میگیری راجع به این که خب اوکی سوالت همین بود مهلا. بله خیلی خب قطع کن صحبت کنیم راجع به این. من کارگاه قبلی حرف زدم بچه‌ها که کلن خیلی میدونین آدم این نیستم که یک خودم خیلی قرقرو باشم، دو صدای ناراحت و این حال بد و اینجوری حرف زدن شما هم نمیتونم من بپذیرم. مهدم همیشه اینجوری صحبت میکنه، اینو قبلا هم گفتم، گفتم قرار نیست که شما وقتی یه آزمونی میدین یه تستی میذارن جلوتون بتونید همشو حل بکنی. الان آسو رتبه 1 کشور اومد صحبت کرد، یه عالمه نزده میذاره توی تستاش، چه اونایی که تو خونه حل میکنه، چه اونایی که میره آزمون آزمایشی میده، چه تو تستای حالا آزمونای کلاسینوش. طبیعیه کلا از بین 10 تا سوالی که جلوی شما میذارم باید سوال بچه دشوار توش باشه، سوال متوسط باشه، سوال آسون باشه، مخلوط میذارن دیگه، نمیان که همه یه سوالای یه درس رو متوسط بچینن یا همه رو آسون بچینن، اینجوری نمیتونن به شما تراز بدن و رتبتون از مثلا رتبه محل و سارینا با هم تمایز داشته باشه. وقتی همه سوالا آسون باشه یا همشون خیلی سخت باشه اون تمایز ایجاد نمیشه، پس در نتیجه همیشه تستا مخلوط چیده میشه، هم آسون داریم هم سخت داریم هم دشوار داریم. ها.
بچه بزن یه ذره بریم جلو. بعد آره الان میخوام بگم آیسا هم بیاد با آیسا صحبت کنیم، بعد دوباره کارنامه ماستر رو بذارم تو پیجم. اصلا همین الان بیام بهتون نشون میدم، نذاشتم چون دوست داشتم اول صحبتاشون رو توی کارگاه بشنویم بعد سلام چی بهتون میرسه کارنامه آسو رو ببینید. و یه روند خوبی که آسو داشت پیشرفته نمودار پیشرفتش فهم تو دور بینش اومدن چقدرم روشیم دیده میشه این سبزه رو میبینی بچه نمودار سبزه پیشرفت آسوه، یعنی نمودار کلیشه جمع همه ترازاش با همه. از اول اینم تراز تیزهوشانشو دیشک اگه ببینین 8000 رو میبینین دیگه، رتبهشم بیارم اینور ببینید یک کشور شده از 18445 نفر. حالا باز استوریشم میکنم. اینم از آسو دیگه. امیر مهدی بهتره بخونین یک دور، خب بهتره یک دور بخونین به خاطر اینکه حالا متاسفانه خوشبختانه ما هیچ وقت یه چارچوبی چه برای کنکور چه برای آزمونای تیزهوشان چه برای نمونه دولتی تو کشورمون نداریم و ممکنه یه سالی مثلا همین حرفی که شما همیشه میزنید میگین من هشتم نخونم مثلا بچه نهم فقط نهم هم بخونم، بهتون میگم بابا میرید سر جلسه یه دفعه به جای 30% از هشتم میزنه 60% از هشتم مثلا سوال میاد، شما موقع چیکار کنی سر جلسه؟ مگه اون موقع میتونی کار بکنی؟ پس در چه به مساوات ببرشون جلو که اگر این اتفاق هم افتاد به مشکلی بر نخوری. اون سوالی هم که امیر تو پرسی دقیقا همینه، میگن نمیاد اما میزنه یه دوتا سوال از بین اونا هم میدن، بعد اون وقت میگه نمیتونید سر جلسه کاری بکنید. خب آیسا بیاد بعد بچه دوباره با هم دیگه حرف میزنیم. آیسا هم یکی از دانش آموزای منه که اول راجع بشه توضیح بدم. آیسا اول با من تو طرح هفتگی بود بعد تغییر داد به وی آی پی. تو کلاس اینا هم کلاس های آقای اصلانی رو شرکت میکنه، دوباره مثل پریا جزء بچه های خیلی خوبه که همیشه خوب درس خونده. آیسا بیا 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 و قدش هم بودم از سندلیه رو بیا من بشینم آفده من آیسا هستم شان تو وایسا. سلام میکنم از خانم عباسی هم تشکر میکنم که منو دعوت کردن و خوش اومدی. برنامه هم که خب خیلی عالی داره پیش میره، با اینکه اگه دقیق بخونی سخته ولی وقتی بخونیش وقتی توی ترم دوم میفهمیم که چه اتفاقی داره میفته و وقتی معدلمون میاد میبینیم که چقدر معدلمون خوب شده. باریکلا. خب آیسا اول بهشون بگو که مشکل ما بیشتر توی درس ریاضیه درسته؟ بیشتر آسو بر همه درسش فوق العاده است، بیشتر حالا مشکلم تو درس ریاضی اما خیلی خوب پیشرفت کرده فکر کنم آخر امتحانی هم که دادی 19 شده بودی. بعد حالا هم با کلاس آقای اصلانی پیش میری هم که تو برنامه‌اش بیشتر کردیم ریاضی رو، از اونجایی که آسو وی آی پی هر شب هم برنامه میگیره. و بچه یه نکته مثبت آسو رو بگم، آیسا رو بگم، آسو با آسو حرف زدن هی به تو میگم اسمتون شبیه هم، فوق العاده منظمه. یعنی من یک شب نشده که برم بنویسم گزارش. خب جزو همه اون بچه هایی بوده که معدودم هست متاسفانه تعداد این بچه ها که خودشون گزارششون میفرستن و گزارش دقیق. من حالا یه دونه از گزارشات بیارم. بچه ها خیلی میپرسن چندومم؟ هفتومم. آیسا هفتومه. بعد آره قشنگ درصد تستشو میزنه، میزنه صفحه چند تا چند خونده، تعداد غلطش رو میزنه، تعداد درستش رو میزنه، دقیقه درسش رو زده، یعنی معلومه بچه با کرونومتر میشینه درس میخونه، مشخص وقت میگیره و زمان میذاره. خب آسو اولا این که یه ذره به بچه یاد بده که چجوری اینقدر منظمی، همین گزارشکار رو بهشون یاد بده، یعنی این گزارشکاری که دقیق بر من میفرستی. اول بگو چه تأثیری داره آسو آیسا گزارش نوشتن برای خودت، از هم کار به مشاوره ندارم، برای خودت اینکه شب میدونی چقدر خوندی چقدر تست دادی این چه تأثیری؟ خب این که میدونم که الان من اینو خوندم دیگه، وقتی که خوندم
بعد دقیقاً بخونی، نه که مثلا یه دور بخونی که خب من یاد گرفتم تمام شد. وقتی که دقیق میخونی تو تستم به مرور راحت‌تر تستا رو حل میکنی. و اینکه گفتی شب که میخوای بخوابی، خب میدونم که خیال خودم راحته، من فردا هم تیزوشان قبول نشم خیالم راحتی که من درسم خوندم. برای مثال من خودم تیزوشان که قبول نشدم تابستون شکل میکردم که آیسا تو تلاش لازم رو نکردی، باید که درس خوندی ولی اون فضای مجازیه یه جایی به تو آسیب زد. دقیقا هم آسیب زد. من یه دوستی داشتم خیلی با هم حرف میزد، خیلی با هم حرف میزد و اینکه تمرکزم رو همش به هم میریخت و اینا. من مهر ماه بود که دیدم نه داره ریاضیم افت کنه، مثلا من که ریاضیم همیشه 20 بود اومدم گرفتم 14، خیلی اعصابم به هم ریخت، دیگه تمامش کن. دیگه بهش گفتم که حالا اسمشم نمیبرم، گفتم نه من دیگه نمیتونم، خدافظ، من میخوام بشینم درسمو بخونم. و از اونجا بود که دیدم داره بهتر میشه. و اینکه من از اواسط آذر دیگه کلا گوشی رو گذاشتم کنار، الانم اسکرین تایم گوشیمو باز کنم میبینم که هر 5 دقیقه 10 دقیقه، اون 5 دقیقه 10 دقیقه هم برای گزارشی بود که برای خانم عباسی میفرستادم. و اینکه من توی طول روز اصلا گوشی دستم نمیگیرم، حالا کرونومتر رو اینا هم که با کرونومتر ساعت کار میکنم این دیگه. و این آیسا بچه ها دارین میپرسین نه الان دانش آموز تیزهوشان نیست، نمونه دولتیه و داره تو مدرسه نمونه دولتی درس میخونه. حالا از مدرسه تا میکنم بگو، بد نیست برای بچه ها میگم مثلا مدرسه نمونه دولتی، مدرسه ما یه جوری که خیلی مذهبی هم، ولی گیر اصلا نمیدن بچه ها. خیلی من دیدم که میگن چون مذهبیه ما خیلی دوست نداریم، اصلا این شکلی نیسته، شما میخواییم فقط درستتون رو بخونیم تو مدرسه. و اینکه معلمای ما بیشترشون دبیر تیزوشانن، مثلا دبیر علوممون ریاضیمون اینا دبیر تیزوشانن. و اینکه اصلا سخت نیسته، اصلا اولش میگن وای نه خیلی سخته، اصلا اسمش روزه نمونه دولتی، نه راحته بچه ها. دوستا چیجوریان؟ سطح درسی، رقابت؟ میدونی رقابت این شکلی بود که ما رتبه سوممون توی مدرسه معدل شده بود 19.97 و اینکه یعنی یک صدم رتبه اومده بود پایین، خب رقابت زیاده. بعد مثلا ما کلاسامون هم یه جوری، مثلا کلاس هفتم یک هفتم دو مدرسه نمونه دولتی یه جوریه که باید تو امتیازای جابر، مثلا طرح جابر، حالا امتیازای مقامای استانی و اینا هم داشته باشی. مثلا هفتم دو ما مقامایی که اونا که مقام دارن، ولی من که هفتم یکم، حالا تعریف از خودم هم نباشه، توی کلاسی هم که بچه‌ها خیلی با هم سطح رقابت دارن، یعنی که مثلا الان من میگیرم 20، دوستی که خیلی مثلا اونی که مخ ریاضیه، مثلا من یه مسئله واسش می‌فرستم، مثلا زینب این مسئله رو می‌تونی برام حل کنی، من دو روز دارم روش فکر می‌کنم، یک ساعته واسه من حل می‌کنه، این میاد میگه 19. ولی معدل مثلا منی که 4 تا 18 داشتم، دبیرم اومده بود برام معدل، حالا معدلم هم شما دیدین همون 18 رو گذاشته بود، ولی اون دیگه یه دونه زینب رو نگاه نکرد، 20 واسش گذاشته بود. البته 18 مدارس نمونه و تیزهوشان بچه ها، یعنی 20، من براتون یه بار کارنامه ماهانه رو گذاشتم. من سال اولی که رفتم توی مدارس تیزهوشان اولین کارنامه‌ای که گرفتم، نه محمد متین قطعا با همون کیفیت نیست دیگه، یکم سطح کیفیت سمپاد و نمونه یکم، نه بیشتر از یکم فرق داره. من 12 داشتم، براتون عکسش یه بار استوری کردم، ولی خب کم کم یاد گرفتم ببرمش بالا. ولی 18 19 نمونه که آیسا میگه یعنی خوب. داریم یاسین؟ داریم باریکلا. علی هم مثل تو، یکی از بچه هامه دقیقا هم سن توه، اون هم مثل تو خیلی تلاش کرده بود، ولی حالا به هر دلیل. ببین بچه ها، مهم اینه که این دوتا دارن الان میگن که تلاششونو کردن، حالا قبول نشدن، اما تلاششون کردن، خیالشون از تلاششون راحت بوده. خب راجع به تست زدن آیسا، یکم به بچه ها بگو که تو تستاتو زماندار میدونم میزنی و حالا عادت کردی خدا رو شکر.
اینکه حالا تستاتو زمان داره میزنید همین تو کلاس آقای اصلانی، خب استاد براتون آزمون میذاره درصداتو بگو چی جوریه، بعد اینکه تو خونه تست زمان داره میزنی باعث میشه که سر جلسه آزمون بهت کمک کنه؟ آره خب چون کنترل زمان میاد دستم. برای مثلا من سر تیزهوشان من آزمونی که توی خونه با معلمم میزدم همه 100% بود، یعنی من یه دونه غلط هم نداشتم، حالا شاید نزده میداشتم ولی همه رو درست میزدم. یعنی این یه چیزی شده بود که همه به من ایمان داشتن که آیسا حتما قبول میشه. بعد اومدیم سر جلسه به ما گفتن که یه دفترچه 60 سواله، نگفتن دو تا دفتر، دو دفترچه است هر کدومش 60 سواله. من گفتم خب 60 سواله 120 دقیقه است، من مثلا هر سوال 2 دقیقه وقت دارم. بعد زن 5 دقیقه آخر دیدم برام یه دفترچه جدید آوردن. اینجا یهو گفتم یعنی چی اینا؟ بعد من تستایی که توی خونه میزدم مثلا 40 تا سال بود تو 1 ساعت و 20 دقیقه میزدم. بعد این بازم مدیریت زمانه اونجا بازم پایین تر بود، ولی الان مثلا من 40 تا سال تو 45 دقیقه میزنم. یواش یواش رسیدی به این مهارت دیگه. رتبه چیش چند شد؟ رتبه نداشتم. بچه ها چه سواله میپرسید؟ واسه مشاوره امیر محمد نمیدونم کلاسینو چقدر تخفیف میده، ولی آسو کم کم به این مهارت رسیدی دیگه آیسا. آره یعنی اینکه یواش یواش این مخصوصا تو درس ریاضی اول مثلا تستای آموزشی بعد تستای ترکیبی این مرحله که گفتم هم میری جلو، یعنی اول آموزشی میزنی بعد زماندار میزنی بعد میری سراغ. من هم علامت دارم، من بعضی اوقات با مضرب میزنم، مثلا میگم باریکلا زیاده، میگی برای اینکه برسی با مضرب میزنی میبریش جلو. بچه سوال بپرسین. دیانم دیانه تو چه خبر؟ خوبه هستی که تون میزنی؟ محمد رضا میمونه این تون تون زدنه. من سر جلسه هم خیلی تون تون میزدم، ولی من وقتی پاسخنامه اومد نگاه میکردم خیلی جوابامو درست دادم، توی پاسخنامم اشتباه مثلا رنگ میکردم اشتباه وارد میکردم. و اینکه این تون تون با آرامش باید جواب بدی. من چون خیلی آدم استرسی هستم، مثلا من شب قبل امتحان 3 تا قرص آرام بخش خوردم، ولی هر یه راب از خواب میپریدم و میگفتم مامان خواب نمونم. بعد وقتی رفتم سر جلسه من الانم ناخونامو میکنم از استرس زیاد. و اینکه این استرس رو نباید داشته باشین، چون اونجا تمرکزتون به هم میرسه و تستا رو اشتباه میزنید. مثلا من بلا سر خودم اومده که تستا رو جابجا زدم. باریکلا. آره دیگه اینم نکته خیلی مهمیه. آره آیسا تو وی‌آی‌پی هر شب دیگه چی میگن؟ تعداد تست روزانه چقدره؟ من اولی که داره به برنامه بستگی به برنامه داره. بعد من بعضی وقتا که خانم عباسی حالا تستم نمیذاره، باید مثلا اگه وقت بیارم تست میزنم خودم. و اینکه من از 30 تا تست شروع کردم روزانه 30 تا تست، الان آخرین بار من رکورد تست زدیم 200 تا تست بود. و اینکه میانگینش بین 100 تا 150 تا همونطور مثل آسو که گفت 100 تا 150 تا تست. خیلی خوب، مرسی آیسا اومدی با بچه ها به اشتراک گذاشتی صحبتاتو. من دیگه چون 10 دقیقه آخره با بچه های سری صحبتو هم دارم، امیدوارم موفق باشی، کلی خبرهای خوب بشنویم از آیندت، نهم به دهم ایشالا بتر کنی یا قبول بشی. مرسی با بچه ها، اگه صحبتی داری به ما. بچه فقط این که فضای مجازی رو بذارین کنار، من خودم خیلی ضربه بعدی خوردم و اینکه شاید اگه اون موقع اون میفهمیدم که بعد داشتم کنار، الان داشتم تیزوشان درس میخوندم. و اینکه اگه قبول نشدیم دیگه ولش کنیم، بچسبیم به بقیه، چون خیلی مسیر درازتر از اونیه که ما بخوایم توی این نقطه بمونیم. و اینکه مرسی از شما که دعوت کردید. مرسی عزیزم، موفق باشی، حالا باز بعد کار با حرف میزنی. آره سبا هم بچه یکی از بچه هاییه که تیزهوشانه درس میخونه، شاگرد منه، میگه روز آزمون نرمال ترین حالت بودم. خیلی خوبه این که بتونین کنترل کنین. بچه یه سری نکات آخرم بگم دیگه، کارگامونم دقایق آخرشه. پس قرار شدش که ما با همدیگه یه سری آزمون داشته باشیم، یعنی توی این 40 روز که تا فروردین داریم تا 20 فروردین، من ممکنه 9 فروردین نمیدونم که یا دارم از الان میگم تایمش بچه مشخص نیست، ممکنه 10 فروردین به شما بگم که رو پنلتون بچه
آزمون گذاشتم برای شرکت بکنید. پس از هیچ روزی عقب نمونید. حواستون به این موضوع باشه. شما بچه‌هایی که طرح هفتگین، گزارشکارتون مثل همیشه هفتگی بعد ارسال بشه. بچه‌هایی هم که طرح وی آی پی ان هر شب، یعنی هیچ تفاوتی توی این اتفاق نمیفته که برنامه چون جنبندی فرق کنه. نمیشه گفت علی چقدره. خب یعنی که ما بگیم که مثلا اگر الان علی درس بخونه به احتمال این درصد قبول میشه یا قبول نمیشه. شما تلاشه رو انجام بدین، ایشالله که به موفقیت میرسین. بله هستی، برای هر پایه‌ای طبق اون پایه براش آزمون میذارم. میگم آزمونه هنوز چیز قطعی نیست، اما شما یه جوری درس بخورید من آزمونه رو گرفتم بتونید توش موفق باشید. درباره عید نوروز آتون اولش رو برنامه توضیح دادم دیگه، طبق برنامه پیش میرین، طبق اون میخونین و میرین جلو. اول کارگاه راجبش حرف زدم. بله بله میتونید زودتر جامعه رو شروع کنید، حتما. هیچ اتفاق نمیفته امیر محمد اگر قبول نشی، واقعا هیچ اتفاق نمیفته. همونقدر که من میگم تلاش بکنین که قبول شین، همونقدر هم میگم اگر که قبول نشید هیچ اتفاق نمیفته. ماکسیمومش اینه که میخوای توی یه مدرسه دولتی درس بخونیم، ماکسیموم اتفاق. من همیشه میگم بدترین سناریویی که ممکنه توی مسیر رسیدن به هدفتون اتفاق بیفته در نظر بگیر. ماکسیمومش اینه دیگه، اینه که شما قبول میشه و بعد توی مدرسه عادی درس بخونی. خب مشکلش چیه؟ توی اون مدرسه حداقل تلاشتو میکنی میری جلو و خیالت از این راحته که این سالها رو خوب درس خوندی و پایه قوی داری و میری متوسطه دو. باریکالله. آره واقعا هم همینه. نه از الان سه کوستان رو شروع میکنی، اون موقع آزمون جامعه میدید. خواهش میکنم، چه پیام قشنگی دیدم. خواهش میکنم خانم مهدیزاده، مامان یکی از بچه ها برام تشکر فرستاده. مهرسا خودش جزو بچه های بوده، خوب شد اتفاقا پیامتون دیدم. تراز مهرسا هم خیلی پیشرفت کرده، خیلی از روزی که شروع کرد واقعا پیشرفت کرده، تستایی که میزنه خیلی بیشتر شده، جزو بچه های با انرژی همیشه پر انرژی درس خونده، نوسان خیلی نداشته. من ندیدم مرسا خیلی نوسان داشته باشه، امیدوارم که به موفقیتی که دوست داره برسه. واقعا واقعا بچه خوشحالم از اینکه کنارتون بودم این مدت. امیدوارم که قدر این دوران جنبندیتون رو بدونین، به خوبی ازش استفاده بکنین. حتما 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 اگر که هر اتفاقی افتاد توی این دوران حس کردین احتیاج دارین، هر وقت هر مینوت بارها گفتم خواست تایم تماس از من بگیره پیام بده، بچه خودم تو واتساپ حتما بهتون تایم میدم. خیلی مراقب زمانتون باشین این مدت رو تا فروردین، حتما همراهتون هستم تو فضای مجازی به شکل‌های حالا مختلف لایو و جورهای دیگه. اینجور نیست که دیگه همدیگر نبینیم تا 20 فروردین. کنارتونم، خیلی دوستتون دارم. و یه چیزی هم که هست امروز، آریا اگه هستی بگو تولد آریا ظاهری ونده. من خواستم براش یه حرکتی بزنم، متاسفانه نشد. آریا هست تو کارگاه یا نه یه پیام بذار اگه هستی. تولدت مبارک آریا، امیدوارم که به همه آرزوات برسی. کارگاه آخرمونه و آریا هم تولدشه. جزء بچه خیلی خوب و با ادب و منظم منه، تو ته وی آی پی هم هست. آریا نیستی تو کارگاه، تولدشه. امیدوارم که سال دیگه همچین موقعی به هدفاش رسیده باشم. البته من میدونم که این تیزهوشانه بهانه است. قراره تیزهوشان قبول شه که بله آریا هست. قراره که آریا تیزهوشان قبول شه که برسه به بازیای PS5 و اینا که بهش قول دادن. امیدوارم که به همه هدفات برسی. تولدت هم مبارک باشه. تولد دیگه کیاست؟ یاسین هم یکی فروردین تولدشه. تولدت مبارک، چه روز خوبی. البته خوب نیست دیگه. من مامانم هم یکی فروردین تولدش. یاسین هر وقت میخوایم براش کیک بخریم یا بعد از قبل سفارش بدیم یا کیک گیرمون نمیاد. منم شماها رو دوست دارم دیگه. بچه حرفای من تموم شد. اگر سوالی باز بود که
پرسیدیم بچه های خودم و بهتون جواب ندادن تو واتساپ ازم بپرسین. تولد تو هم مبارک، تولد همتون مبارک دیگه. من اگر کسی بوده آریا رو چون میدونستم در جریان بودم که امروز تولدشه و ببین چقدر بچه خوبیه، روز تولدش اومد تو کارگاه. خیلی خب بچه ها برسید به برنامه هاتون، امیدوارم که خوب استفاده کنین. 25 اسفند هم پایان کلاس های کلاسی نوه، یعنی این کلاس هاتون این ورعید 25 تموم میشه، خیالتون از این راحت باشه. خسته نباشید همگی، برسید به درستاتون. خدافز، دوستتون دارم.